سلام به همه دوستان خوبم یک شنبه 19 بهمن ماه 1399 7 فوریه 2021 در بین خبرهایی که امروز و دیروز در رسانه ها منتشر شد یک خبر به نظر من از جهات مختلف خیلی مهم بود و اون خبر نپذیرفتن قالیباف توسط پوتین رئیس جمهور روسیه بود ببینید به خبرهایی که الان منتشر میکنند و میگن توجه نکنید سیزدهم بهمن یعنی شش روز پیش روزنامه همشهری خبری در مورد همین سفر نوشت و اشاره کرد با توجه به پروتکل بسیار سختگیرانه کرونا که برای پوتین رعایت میشه قرار شده که آقای قالیباف هم در فرودگاه تهران و هم در فرودگاه مسکو تست کرونا بده و بعد از اون ملاقات بکنه در اون زمان نه دفتر رئیس مجلس تکسیب کرد نه سفارت روسیه چیزی گفت نه سفیر ایران در روسیه حرفی زد یک روز بعد خبرگزاری انتخاب هم همین خبر رو نوشت اما در اون موقع هیچ تکذیبی نشد و حتی بعضی اومدن گفتن که قالیباف برای اینکه بتونه به هر طریقی یک سفر خارجی ظاهرا پر زرق و برق داشته باشه در راستای هدف تبلیغات ریاست جمهوریش رو پذیرفته برای تقویت این خبر گفتن که قالیباف قرار یک پیام مهم رهبر رو هم برای پوتین ببره خب به حال اون روزها طی شد و بعد از شش روز اعلام شد که قالیباف رفته روسیه و پوتین حاضر به ملاقات نشده و نهایتا گفتن که پیام رو به یکی از مشاوران پوتین بده بعد از اینکه این خبر منتشر شد رسانه های اصولگرا چون ضربه فقط به قالیباف نبود این ضربه برای علی خامنه ای هم بود که رئیس مجلس جمهوری اسلامی پیام رهبر رو ببره ولی پوتین حاضر به ملاقات نشه حالا من اون بعدی که میگن به خاطر مسائل کرونا و مسائل بهداشتی بوده در اون مورد هم صحبت میکنم که اون هم اتفاقا بسیار سوال برانگیزه اگر درست باشه اما حالا که ملاقات انجام نشده اومدن رسانه میگن که قالیباف حاضر نشد زیر بار پروتکل های کرونایی پوتین بره و خودش از ملاقات منصرف شد خب اگر کسی از ملاقات منصرف شد رئیس مجلس این همه راه رفته مسکو که مشاور پوتین رو ببینه یا مثلا الان مسئله خیلی مهم بودی که بره میگن به دعوت دومای روسیه رفته حالا در این شرایط فعلی کشور که این همه مشکل و گرفتاری هست همین روزها بحث دعوای پر سر بودجه در مجلس هست بودجه که همه ساله بر اساس برنامه های پنج ساله و ابلاغی خامنه ای باید در تا 22 بهمن بودجه تصویب بشه که تا قبل از پایان سال آین نامه های اجرایش هم نوشته بشه که از اول سال بودجه کامل کشور اجرا بشه حالا در شرایطی که مهمترین ظاهرا مهمترین بحث کشور بودجه است و گرفتاری های دیگه هم در داخل کشور هست اگر قرار بود که قالیباف فقط بره دوما رو ببینه و یه پیام رهبر رو هم بده به مشاور پوتین به نظر میرسه که این لازم این همه سرسره نبود از اینکه قالیباف اشتیاق سفر رو داشته درش بحثی نیست از اینکه بخواد خودنمایی بکنه و کار تبلیغاتی بکنه بحثی نیست اما به گمان من نمیشه هیچ چیز رو با قطعیت گفت ولی به گمان من اینا با خیال آسوده که قالیباف موفق خواهد شد با پوتین ملاقات بکنه و پیام رو به رهبر برسونه فرستادنش من مجموعه خبرها رو که خوندم خودم دو احتمال دو احتمال جداگانه یا تلفیقی از این دو احتمال رو برای متصور هست که چرا ملاقات انجام نشده یک ملاقات یک دلیل از طرف روسی هست و اون این که ببینید قالیباف به هر حال به عنوان نماد مجلسی که همین اخیرا یکی دو ماه پیش مسببی داشته عملا برخلاف برجام یعنی تهدید کرده دنیا رو که اگر مثلا طرف های برجام بر به برجام بر... رعایت نکنن جمهوری باید بره ا... تولید اورانیوم رو ا... اورانیوم 20 درصد رو افزایش بده به هر حال ا... قالیباف اون نماد این مجلس داره میرفت روسیه طبیعتا با توجه به ارتباطاتی که روسیه با سایر اعضای گروه پنج به اضافه داره و اخیرا با توجه به تغییرات در آمریکا احتمالا تلاش میکنه که روابطش با آمریکا رو نزدیک کنه خیلی بعید بود که پوتین نماد مجلسی که خواهان شکستن برجام هست رو بپذیره من اصلا به خوب و بده برجام کنی برجام یک قرارداد بین شش کشور یکی از طرف های بسیار مهمش هم روسیه است یک طرفش هم آمریکاست، الان هم بر اساس شواهد مشخصه حداقل اروپایی ها از رفتار جمهوری اسلامی ناراضی اظهار نظرهای دو پهلوی هم که روس کردن بیشتر به نظر میرسه که بیشتر تمایل دارن فشار به جمهوری اسلامی بیارن که تعهدات برجام رو کنه به هر حال اگر پوتین با قالیباف ملاقات میکرد رسمیت بخشیدن به یک مجلسی بود که رسما خواستار شکست برجام شده و به نظر من این رو نمیخواد ضمن اینکه تقویت این مجلسی که با این نحو رفتار میکنم خیلی مطلوب پوتین نیست پوتین به نظر میرسه که خیلی میخواد بالانس بکنه به خصوص الان با توجه به اینکه تغییراتی در آمریکا ایجاد شده من میگم حتما پوتین نمیاد منافع خودش و روابط خودش با آمریکا رو قربانی کسانی در ایران بکنه که اصلا مشخص نیست که سرنوشت خودش هم چی هست یعنی واقعیتش اینه که خامنه ای و جمهوری اسلامی در سالها اینقدر ضعف خرج دادن که هیچ از حاضر نیست به این شعارهای ظاهرا انقلابیشون و رفتار رفتار ظاهرا انقلابیشون اعتماد بکنه و با تناب اینها تو جاه بره پوتین که جای خود داره پوتین که بسیار از مقامات کشورهای بزرگ رو هم خیلی تحویلشون نمیگیره ولی به هر حال اون چه به نظر میرسه که یک طرف قصه اگر از طرف روس روسیه به موضوع نگاه کنیم به گمانم تعمد وجود داشته که حداقل شخصیت در قالب قالیباف رو نپذیره چون میگم قالیباف نماد مجلسی هست که رسما خواستار شکستن تعهدات برجامی شده و بعد هم بعض از موضع گیری هاشون در مورد حالا یمن و جاهای دیگه بحث است که روسیه حتما با هم نیست حتما در مورد موضع تندروهای مجلس در سوریه پوتین موافق نیست پوتین قدرت خودش رو در اونجا میخواد و تا حالا هم از جمهوری اسلامی گاو شیرده در روسیه در سوریه استفاده کرده از پول جمهوری اسلامی از سنگرهای گوشتی که بچه های ایرانی هستند بچه های لشکر فاطمیون افغان هستند از اونها میخواد استفاده کنه قطعا در سرنوشت درازمدت و به خصوص در بهرهمندی های اقتصادی سوریه پوتین تا جایی که بتونه میدون میدان نخواهد داد خب به همین جهت نمادهای این سیاست های تون روانه رو هم پوتین نمیپذیره زمینی که میگم پوتین و به طور کلی روسیه در طول تاریخ همیشه نسبت به, جمع... به ایران حالا که جمهوری اسلامی حسابش از ایران جداست ولی برای در طول تاریخ نسبت به ایران خیانت کرده و منافع خودش رو در به زنگاه ها جمهوری ایران رو قال گذاشته جمهوری اسلامی که میگم خود به خود قال خدایی هست این از طرف روسیه من حتی من یک احتمال بیدم که از طرف ایران هم نشانه هایی برای روسیه رفته که خیلی اصرار وجود نداره برای ملاقات پوتین با غالیباف ببینید خامنه نیاز داره که با فریبکاری که همواره داشته و الان هم داره برای انتخابات ریاست جمهوری یک فضای درست کنه که ظاهرا فضای دو قطبی هست فضای تبلیغاتی هست فضای رقابتی هست که بتونه دوباره مردم رو فریب بده و بیاره پای صندوق با توجه به زمین چینی هایی که طرفداران قالیباف و یک گروه از اصولگرها کردن که انگار منتخب اصلی خامنه بر انتخابات قالیباف هست اگر این سفر با اون تشریفات خاصش انجام میشد و قالیباف موفق میشد با پوتین ملاقات کنه و پیام این چیزی گفتن پیام مهم خامنه‌ای رو به پوتین منتقل کنه حتما یک کردیتی برای قالیباف بود و این تلقی ایجاد میشد با توجه به اینکه عرف نیست برای وقتی کشور رئیس جمهور داره وزیر خارجه داره و خود رهبر هم مشاور داره در دفعات قبل هر بار میخواستن پیام حتی خارج از روال دولت برای پوتین بفرستن از طریق ولایتی میفرستادن اینطور نبوده که حالا یه موقعی قاسم سلیمانی رفت ولی در اکثر موارد ولایتی میرفت اینطور نبوده که حتی زمان لاریجانی که رئیس مجلس خیلی نزدیکتر از قالی بود به ای پیام ها رو لاریجانی ببره اگر پیام توسط قالی باف میرفت و با تحویل گرفتن خیلی سطح بالای طرف روسی مواجه میشد این ذهنیت تقویت میشد که پس قالیباف از حالا در آب نمک گذاشته شده بر ریاست جمهوری خامنه ای نمیخواد این از حالا تموم بشه خامنه ای میخواد کماکان هم احمدی نژاد رو فریب بده و در بازی انتخابات وارد کنه برای اینکه اون هم یه از افراد رو بیاره تو انتخابات هم میخواد طرفداران روحانی و اصلاح طلبانی که هنوز طمع دارن به سر سفره انقلاب برگردن یا سر سفره انقلاب دارن. هم که بهشون دارن بمونن اونها رو فریب بده و یه سری حتی در بین اصولگره ها جلیلی رو هم ناامید نکنه دیگران رو هم ناامید نکنه اگر اقدامی صورت می گرفت که قطعی می شد یا حداقل این تلقی تقویت می شد که قالیباف مورد نظر خامنه ای هست از حالا بازی تموم می شد به همین جد به نظر من من خودم حدس می زنم که یا حتی ممکنه گرا داده باشم طرف روسی که قالیباف رو نپذید، یا حداقل در حدی حد که نفوذ جمهوری اسلامی در هم حدی که وجود داره استفاده نکردن که حتما پوتین مراقبت کنه این حرفم که به خاطر پروتکل های کرونا حرف مسخره ای به حال پوتین که تمام رو تعطیل نکرده حتما افرادی هم که با قالیباف در این سفر ملاقات کردن یا قرار بود مراقبت بکنن با پوتین بعدش دیدار داشتن تو نیست که پوتین توی اتاق تنها در در بسته باشه و هیچ کس نبینه رعایت فاصله ها میتونه بسیار از مسائل حل کنه مطمئنا پوتین در طول شبانه روز با افراد مختلف ملاقات داره این که بگن به خاطر مسائل بهداشتی و به خاطر مسئله کرونا نپذیرفته این یک بهانه بزر... است فقط و بهانه بسیار مسخره و غیر قابل قبولی است ولی به هر حال چون مطرح شده باید روش صحبت کرد که میگم یکی از فرضیات هم اینه که ممکنه واقعا مسئله کرونا باشه که در اون مو در مورد در مو در هم صحبت خواهیم کرد اما به نظر من یکی از دو فرضی یا هر دوش با هم دیگه. یعنی یک فرضی اول اینکه از طرف جمهوری اسلامی ممکنه حتی گرا داده باشن که قالیباف رو لازم نیست بپذیرن برای اینکه بیش از حد بزرگ نشه یا طرف روسی برای اینکه گرا در واقع پیامی برای طرف های دیگه آمریکا و اروپا بفرسته که فعلا بنا نداره با گروه های تندرو در ایران که مخالف برجام هستن مدارا بکنه یا تلفیق هر دو یعنی هم از طرف ایران پیام رفته باشه هم خود پوتین انگیزه داشته باشه این به نظر میرسه مهمترین یا حداقل قوی ترین دلیل میتونه باشه برای اینکه قالیباف رو نپذیرفتن اما اینکه حالا حتی اگر اینها باشه خامنه ای و طرفدارانش خیلی احمق هستن که نمیفهمن که حتی اگر پشت پرده توافقم کرده باشن از نگاه افکار عمومی این رفتار پوتین بی و توهین به علی خامنه ای هست خامنه ای که در تمام این سالها مزدوری خودش و نوکری خودش به پوتین رو نشون داده حتی در این حد کسی که در حد رئیس مجلس کشور میره پیام رو میبره میگن بده به از مشاوران پوتین یعنی حتی اگر بازم تکرار میکنم حتی اگر با توافق طرفین هم این حقارت بر سر قالیباف اومده باشه از نظر افکار عمومی حقارت بر شخص علی خامنه‌ایه و اینم از نشانه‌های از پاشیدگی حکومته که در محاسباتشون ناچارن به خاطری که بعضی از کارها اتفاق بیفته بعضی از ها و تحقیرها رو بپذیرن کما اینکه در فضای مجازی بسیار از افرادی رو که فرم می‌فرسن از این سایبری‌های هفتومنی، مجاز شدن حتی به علی خامنه‌ای بده را بگن کاملا مشخص طرف سایبری حکومت اما اجازه داره برای پیشبرد اهداف حکومت حتی به شخص علی خامنه‌ای اهانت کنه به جمهوری اسلامی اهانت کنه بگه من جمهوری اسلامی قبول ندارم حتی فوش به جمهوری اسلامی بده فقط برای اینکه بتونه اهداف نظام پیاده کنه در این موضوع هم ظاهرا حتی اگه توافق کرده باشن این رو به جون خریدن به خاطر که بحث انتخابات ریاست در پیش هست از نگاه ایران نگاه جمهوری اسلامی حاضر شدن که یک حقارتی برای علی خامنه پیش بیاد برای قالیباف پیش بیاد فقط برای اینکه سایر افرادی که در مزان انتخاب ریاست جمهوری هستند از حالا ناامید نشن و کماکان فعال باقی بمانند در سه چهار ماه آینده تا انتخابات اما اگه فرض رو بذاریم بر صحت ادعایی که شده که عدم پذیرش قالیباف به خاطر پروتکل های کرونا بوده اینجا چند تا مسئله وجود داره ببینید روسیه مدعی و شاید بیش از روسیه جمهوری مدعیه که روسیه یکی از قوی ترین و مؤثرترین واکسن های کرونا رو ساخته رسانه های جمهوری اسلامی هم از قول یک مجله اروپایی اومدن ادعا کردن که واکسن کرونا تست شده و 96 درصد پاسخ داده و قابل اعتماد خطر نداره که حالا بعدا مشخص شد که اون هم بازی بوده در یک فازهای به خصوصی از بررسی به این نتیجه رسیدن و کل تعداد کسانی که روشون آزمایش شده کلا 32 نفر یا 33 نفر بودن که بعد گفتن 96 درصد حالا من نمیدونم مثلا احتمالا 33 سی نفر رو نصفی جواب دادن چون گفتن 96 درصد از 32 نفر به هر حال روسیه ای که جمهوری اسلامی بیش از خود روسیه سنگش رو به سینه میزنه که یک واکسن موفق درست کرده قاعدش اینه که رئیس جمهور اون کشور از اولین کسانی که بعد از این واکسن موفق استفاده کرده باشه و این واکسن اگر امروز روز 16 یعنی دو روز سه روز پیش به ایران منتقل شده حتما مدت ها قبل در خود روسیه قابل آماده برای استفاده بوده و لابد اگر واکسن قابل اعتماد باشه جز اولین کسانی که تذرف کردن پوتین هست پس باید فرض رو که نخیر. پوتین از این واکسن استفاده کرده، این واکسنی که جمهوری اسلامی قصد سنگش رو نمیزنه خود پوتین هم حاضر نشه استفاده کنه چون اگر واکسن قابل اعتماد بود و پوتین میزد الان دیگه خطری براش نداشت کسی که واکسن رو زده و حالا سوشال مدیا و سایر ضوابط دیدارهای کرونایی رو رعایت میکنه از چی باید وحشت کنه که مثلا 5 متر مرتب 10 متر مرتبش آقای بشینه و صحبت بکنه حتی خود خامنه ای دیدید که به هر حال میشینه تو حسینی تنها روزه گوش میکنه با اینکه واکسن فایزرش رو هم زده خب یعنی وقتی که رفع خطر احساس شد میتونن بشن کمان که خامنه ای بعد از مدت ها دوری دیدید که بر جنازه مصباح یزدی نماز خون و بهش زهرا رفت به هم با، 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 از افراد هم نزدیک شد پس اگر فرض کنیم که واقعا علت عدم دیداره پوتین با قالیباف بحث کرونا بوده اولی نتیجه این که پوتین هم واکسن کشور خودش رو قبول نداره پس وای به حال ملت ایران که جمهوری اسلامی واکسنی که رئیس جمهور روسیه قبول نداره براش اردن میخواد به مردم تزریق کنه حالا چقدر پول میدن خدا میدونه مثل نیروگاه بوشهر که ده برابر قیمت پول دارن و آخرش همیشه ناقص سرویسشون دارن و مثل سایر موارد مسئله دیگه این که قبلا اگه خاطرتون باشه جز نمایش هایی که اجرا میکنن قالیباف هم اومد کرد من هم کرونا گرفتم و بعدم گفتم خوب شد خب کسی که قبلا کرونا گرفته خوب شده معمولا کسانی که کرونا میگیرن و خوب میشن دیگه بدنشون ایمن میشه و کرونا نمیگیرن قالیباف که کرونا گرفته خوب شده پوتین هم که کشورش واکسن رو تولید کرده پس چه مانعی وجود داره که ملاقات انجام بشه دو مانع یکی اینکه قالیباف دروغ گفته و کرونا نگرفته یا اگر هم گرفته روسیه انقدر اینها رو دروغگو میدونه که روسیه باور نکرده و دومی که پوتین هم این واکسن ساخته کشور خودش قبول نداره و حاضر نیست ازش استفاده کنه یا اگر هم استفاده کرده اعتماد بهش نداره به همین دلیل میترسه ملاقات بکنه ببینید پس از هر نگاه چه نگاه سیاسی که به نظر من اون نگاه قوی تره یعنی کرونا بهانه است چه از نگاه سیاسی نگاه کنیم باعث ذلت برای جمهور اسلامیه باعث سرشکستگی برای قالیباف که جای خود برای سرشکستگی برای شخص علی خامنه‌ایه از طرفی فریبکاری خامنه‌ای که میخواد فضای انتخابات رو طوری جلوه بده که انگار طرفدار کسی نیست برای اینکه رقا هم احمد نژاد رو فریب بده بیاره فرنزش از, از حق بازی ها و در استفاده کنه هم اصلاح طلبان احمق رو فریب بده هم روحانی رو کماکان فریب بده که دار دستش بیان از طرفی هم پوتین هم از طرف روسی هم که گفتم پوتین نمیخواد با آمریکا و سایر کشور رو درگیر شه و کسی رو ملاقات کنه که نماد مقابله با برجام در داخل ایران هست اما از جهت بهداشتی هم اگه نگاه کنیم حداقلش اینه که مشخص شد وی... واکسنی که جمهوری اسلامی انقدر سنگش رو به سینه میزنه و خامنه ظاهران به اتکا به اون که اگه دروغ و من یقین دارم خامنه خودش فایزر یا یکی از واکسن های غربی رو زده اما ظاهرا به اتکای اون دستور داد که واکسن آمریکایی و انگلیس نباد بیاد اون واکسن رو در داخل خود روسیه هم بهش اعتماد ندارن به همین رئیس جمهورشون حاضر نیست به اتکای اون واکسن بشنه با فا... حتی با فاصله زیاد با یک مقام جمهوری ملاقات کنه که به نظر میرسه که حرف قالیباف در مورد ابتلای قبلی به کرونا رو هم باور نکردن ببینید این وضعیت اگر بخوایم جمهوری اسلامی در دو جمله معرفی کنم همینه که نه حرف حتی در حد کرونا گرفتن حرف سران کشور رو سران کشور دیگه قبول ندارن یعنی پوتین باور نمیکنه که قالیباف راست گفته که کرونا گرفته از طرفی هم جمهوری اسلامی حقارت خودش نشون میده واکسن رو وارد میکنه که رئیس جمهور کشور سازنده بشه اعتماد نداره ببینید اینها رو کنار رو هم بگذارید و وضعیت جمهوری اسلامی رو تجسم بکنید من مجموعه چیزایی که میبینم واقعا به نتیجه میرسم که ه... کسانی که هنوز دل میبندن به جمهوری اسلامی چه به, ل... به اقتدار جمهوری اسلامی چه به اصلاح پذیر جمهوری اسلامی یا فریبکارند یا فریب خورده یا هر دو یا کاسب و راندخار که از این وضعیت میخوان استفاده کنن ببینید بحث انتخابات ریاست جمهوری که در پیشه از حالا شروع میشه هزینه های مختلف قالب افت داره از محل بودجه های عمومی کشور سفرهای متعدد میکنه بسیاری از افراد منتفع میشن در این سفرها ریخت و پاش های انجام میشه مقامات محلی به بهانه تشریفات هزینه های میکنن چند برابر میگیرن قبلا بحث شده که مثلا در سفرهایی که روحانی به کرجاش برید صورت رستوران چقدر بوده من یادم سه چهار سال بحث یک میلیارد تومن مطرح بود هزینه غذای نا... روزی که روحانی مثلا یه روز رفته کرج خب ببینید هم منفعت مالی اینطوری وجود داره هم یک نوع فریبکاری است هم یک نوع سرگرمی است حالا به هر حال بعضی از رسانه ها فعال میشن بعضی از رسانه های وابسته به حکومت بعضی از این روزنامه هایی که نزدیک به حکومت هستند مثل وطن امروز اونا پول میگیرن بابت آگهی یعنی ببینید بحث انتخابات ریاست جمهوری برای ملت ایران که منفعتی نداره اما برای خیلی ها نان داره و رانت داره اما نکته مهمش اینه که اگر با دقت به موضوع سفر قالیباف نگاه کنیم از هر زاویه بهش نگاه کنیم یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی چه از نگاه ادعایی که مطرح شده که به خاطر پروتکل های کرونا نپذیرفت قالیباف رو که علاوه بر رسوایی, رسوایی که گفتم یک رسوایی که جمهوری اسلامی واقعا اگر میدونسته که قالی باف را نمیپذیرن و پیام رهبر رو برده اونجا که به یکی از مشاورین پوتین بده این یکی از ذلت هاست و شاید یکی از باج ها به روسیه است که برن بگن که رهبر جمهوری اسلامی انقدر سطح, خود... خودش اورده پایین که حاضر پیامش رو به یک مشاور پوتین بده به هر حال همه اینها اگرچه ذلت بر اوناست ولی خوشحالی برای همه ماست باید بفهمیم که جمهوری اسلامی در چه حدی از ذلت و حقارت افتاده و روزمرگی میکنه بعدم با چقدر تبلیغات گفتن پیام مهم رهبر حالا پیام مهم رهبر در این زمان به پوتین چی میتونه باشه در مورد سوریه که پوتین در روشن کرده به سراحت گفته امنیت اسرائیل رو در سوریه تامین میکنه در حوزه های اقتصادی که اصلا راه به جمهوری اسلامی ندادن اگر در مورد سایر مسائل منطقی باشه مشخصه که کشورهای بسیار از کشورها حتی عربستان به و امارات و اینها تا حدود زیادی به روسیه نزدیک شدن طبیعیه که روسیه حاضر نخواهد بود به قیمت از دست دادن اونها به جمهوری اسلامی نزدیک حکومتی که نه در داخل خیلی قوام و دوام داره مدن در خارج آبروی داره اما سخن آخرم هم, هم با پزشکانی هست با مزدورانی هست که به عنوان پزشک واکسن روسی رو تایید کردن ببینید آقایان خانم هایی که اسم خودتون رو پزشک میذارید و میگید قسم خوردید اگر باور دارید که پوتین راست گفته و به خاطر شرایط کرونایی قالب افرا نپذیرفته معنیش اینه که پوتین به واکسن کشور خودش اعتماد نداره یا واکسن رو نزده یا اگر زده از ایمن شدن بدن خودش اعتماد نداره پس شما بی وجان ها چجور قبول میکنید که مردم ایران رو قربانی این واکسن بکنید اگرچه دیدم یکی از سخنگویان وزارت بهداشت گفته که کسانی که میخوان واکسن رو بزنن مسئولیت جانشون با خودشونه اینم سرنوشت حکومتی که در همه امور مردم دخالت میکنه و میخواد واکسن روسی به زور بهشون تزریق بکنه در این حال حاضر نیست مسئولیتشون رو بپذیره مثل سایر عرصه ها که هیچ مسئولیتی نمیپذیرن فقط از رانت ها و امکانات حکومت و مردم استفاده میکنن موفق باشید